پس چگوارا هم احساس کرد هم اندیشید. حالا ممکنه روش الان مورد پسند نباشه، ولی در بستر زمان و مکان خودش جز اون چاره‌ای نداشت. ما دعوت دانشجوی فردوسی مشهد رو به این دلیل قبول نکردیم که پیغمبر رو بیاید به شما بگه من خیلی خوب میزنم. کیش برای من افتخار نیست که بگن اصلا قوی تر میزنم، پس چیزی برایش ارزش قائل نیست. باز هم دعوت دانشگاه فردوسی مشهد رو به این دلیل قبول نکردیم که بیام چون قدرت سخنوری رو به شما میشم، برای این هم پس چیزی ارزش قائل نیست. برای تنبک نوازی پس چیزی ارزش قائل نیستم اگر نفهمم چرا میزنم، برای کی میزنم، کی میزنم و چرا رو بزنم. برای سخنوری خودم ارزش قائل نیستم اگه نفهمم چی میگن و چرا و به چه واسطه. به عبارت دیگه ما با استفاده از قدرت سخنوری و تنبک‌نوازیمون به آب علف و یحتمل شهرت میخوایم برسیم، چرا که حسن سه طلبه کردی حق رجوع هم نداریم، از دست هیچ معلمی هم کاری ساخته نیست. ببینید که داستان سه طلبه به معلم بد بیاد و برای یه نظریه، بلکه هدف و منظور وقایع اینه که در ارتباط با تنبک و تنبک نوازی و اندیشه های نهفته در پس پشت این ساز در شما یک حرکت ذهنی ایجاد کنید، حتی اگر این حرکت در جهت مخالفت با ما باشه. یک بار دیگه میگم این همه راه اومده که در ارتباط با هنر بالای تنبک نوازی ایران و اندیشه های در پس پشت آن نهفته به هیچ جا ابراز نشده در شما حرکت ذهنی ایجاد کنید، حتی اگر این حرکت در جهت مخالفت با ما باشه. شامل جمعه جالبی داره، میگه چه اشکال داره ما همزمان هر سال با یک بار خود تکونی یه خود تکونی ذهنی هم بکنیم. حالا ما خود تکونی ذهنی بکنیم. آسمان بار امانت نتوانست کشید، برعه فال به نام من دیوانه زد. من قول میدم سفران و تنبک نواز خوبی باشم، نمیگم هستم، قول میدم که باشم. شما قول بدید شنبنده و بیننده خوبی باشم، نمیدونم هستی درسید ولی قول بیدید که باشید. چرا؟ ولی که سعدی خیلی جالب میگه که گرنه بود مستمع هوشیار طبع سخن از متکلم مجو، فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گو. بولتن یه حرف جالبی داره، بگی من حاضرم جانم را بدهم. ولتر جانوس یکی از سرندشمند فرانسوی، ولتر جان جان فلسو و کمیل کمیس که نام مقدمات انقلاب کمیل فرانسا را طرف اندیشه مهیا کرده. ببخشید ولتر جان فلسو و مونتسکیو سه دندشمند. ولتر جمله جالبی داره، بگی من حاضرم جانم را بدهم تا تو بتوانی حرف بزنی. ما اصلا جمله نخواستیم، ما دو تا گوشه کنیم برای یه دو سر میبینید تا ما حرف میبینید، حتی اگر بعدش بکنید مواده بشید. اگر از جانب مشروع نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. درسته معنا باید تلاش بکنم شدیدن، ولی تلاش شما ظاهرا نشستید در کمتر از من نیست. شما باید حتی اگر نه دو برابر من، درست به اندازه من باید تلاش بکنید تا مطلب رو دریابید. اونایی که سابقه 30 سال سخنبری ما رو دارن دیگه به قول برشون نداره که اجزاز بودن ما چجوری دو ساعت این به مصاحباتی ما رو گوش بدیم. خیلی خوب یکی یه موجه بیدن این سخنبری این بود اصلا خوش تو جدی نیست. من هم بجان که گفتم هم میخندیم هم شما رو میخندیم. حالا ممکنه بین شما یه شیر پاسور زبودی پیدا بشیم که دارش تو که مصاب این بیت هم شدی شما مهدی احوان سالس هستی که میگه ابرهای همه آدم شب و روز در دلم میگریند، یا تو که باز به قول خود شاملو مثال این بیتی هرگز کسی این گونه فجیع بکشن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم، چجوری تو میخندی؟ یعنی با اون دل پر، یعنی با اون آسمان پر ابرو با این چجوری میخندی؟ اینجا از عبید زاخره رو برد، یعنی بگه به چی میخندی؟
مادر جوهیل بود. جوهیل هم میشه. نه خیلی این کمر یه باسمون کمر به جان ایزاهای بودن. و یه بگی کمر رو هم دامون با ازدواج مجدد کمر باید که مفاجاته و فکر این کمر رو میشه. از او بکن باید بگیم که چرا ما بخندیم. دلیلی بر خندوی نداره. مادر جوهیل بود. قصاده چون از سلطان فارغ شد روی کرد به جوهیل و گفت قبلن خواهش من شما بروشور حتما خوندید؟ خانم آقا بروشور خوندید؟ بروشور خوندید؟ بله چون بعد بیدید کجا آمده دیگه اگر هم نخوندید حتما بله چون به تعداد شما بروشور دارد بله داشتن اونتا ماچه میخواد بخندیم امروز مادر جوهی بمرد قصاده چون از سلطان فارغ شد روی کرد به جوهی و گفت مجدی که مادر تو اهل بهشت بود از کجا فهمیدی؟ گفت از آنجایی که وقتی مادر از آن میشستن میخندی گفت به گود پدر تو خودش میخندی در آن جایگاه چه جای خنده بود آن ما بریم به گود پدر خودمون رو مخالفی به نظام علیه تو بیدوازی را میخندیم و این جای خنده نیست و اما چرا شما رو میخندنی آن کس که میخندد آن کس که میگرید یک درد دارد آن کس که میخندد هزار یک درد دارد آن کس که میخنداند بی نهایت درد دارد به این دلیل شما میخندند بگید این پتال رو شده دارد بابا در این زمینه کمک میگیریم از فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نمایشنامه نویس شهید اسپانیولی که شامبویی که خیلی از اشعارش ترجمه کرده خب براتون خوب جواب بده که ما چرا میخندیم هیچ کس بازت نمیشناسد نه من خیلی نیستم حافظم بد نیست ولی این روزا به شدت افسردن یکی افسردگی افت حافظه من رو ضعیف کنه یکی افت از این برم رو بکنه وزیر خیلی میدم شعر از حفظ کنه هیچ کس بازت نمیشناسد شعر گارسیا لورکا با ترجمه شده هیچ کس بازت نمیشناسد نه اما من تو را میسرایم برای بعدها میسرایم چهره تو را به لطف تو را کمال پختگی معرفتت را اشتهای تو را برای مرگ و طعم دهان مرگ را و اندوهی را که در ژرفای شادخویی تو و اندوهی را که در ژرفای شادخویی تو خب پس تا تنورداغه یخت شما رو بخندیم بعد بریم سر سوراخ‌کشی قضیه چند تا از همشهریاتون رو میخوایم دراز کنیم نه بر اساس قرض بر اساس رابطه نه بر اساس رابطه نام نمیبریم چون خیلی معروفن معروفتر میشن چرا معروف شد اگه چرا اگر مرد اول آبادی را قول میدی یه پاتور سان بخری قول میدن اسمش چی بخرم اما چون ببرم معروفتر میشه من اسمش چی بخرم همشه از خواهی میشه هر شبت که الان مخالفین رفته ما سه داشتنی گفتیم راه ندن بر خلاف ولتر اون گفتیم شاویده شد باز این رجبی نالوتی مثل بهمن بر ما فرود آمد ای کاش قلم پاشی شست رو به مشهد فرود نمی آمد خالی اختیار دین زنی به غایت زشت رو در سفر داشت روزی غلام سراسیمه وارد شد گفت خواجه مژده که خاتون به خانه فرود آمد خواجه زیر لب برید که ای کاش خانه به خاتون فرود آمدی خب حالا که خاتون به خانه فرود آمد اتاق خاتون سیبیل گلوته بر قیافه بسته بر حالا که خاتون به خانه فرود آمد یه بایده یکی اگر شما چطبرتای این خاتونه که بر خانه فرود آمد دو ساعت تحمل کنید خداوند تبارک و تعالی قول میدم این سب و تحمل شما رو بی اجر و موز نخواهد بود بشید خب پس از اون طرف شما منو تحمل بکنید خدا من موز شما را خواهد داد از این برای من شکر گذارم که چه شرمنده و بیننده خوبی دارم که تحمل می کنید خدا من تبارک و تعالی پروفسور آفرین موز من را هم خواهد داد تعامل و معامله خوبی دیگه هم شما موز می گیره هم من خواجه اختیار دین زنی به غایت زشت رو داشت روزی رو کرد و او گفت خاتون مجده که من تو هر دو اهل بهشت گفت از کجا فهمیدی؟ گفت از آنجایی که من با داشتن زنی چون تو سر پیش کردم و تو با داشتن شویی چون من شکرگزاری و خدا من صابران و شاکران را دوست می‌دارم